آب گردم در جان امکان گفت که توانستی گل معنا شکفت. دیدار دیگر، گفتگوی دیگر. این بار هم با دکتر اسماعیل نوریالا هستیم. چند روزی وقفه افتاد در گفتگوهای با دکتر نوریالا. آقای امیر درخشانی هم برنامه رو کارگردانی میکنه، از او سپاس گذارم. اگه به خاطرتون باشه در گفتگوی بار گذشته رسیدیم اونجا که صحبت از یک نشریه به میان آمد که دو شخصیت شعری ما احمد شاملو و آیدالله رویایی مشترکاً اون رو در قطع روزنامه مثل روزنامه کیهان اطلاعات منتشر کردن و خیلی من دلم میخواست ببینم که این نشریه میزان اثرگذاری چقدر بود در کار شعر و ادب و الان اصول پایید یا نپایید. حالا آقای دکتر نوریالا این بار به ما توضیح داد. دکتر نوریالا درود بر شما. سلام میکنم خدمت شما، همکاران شما و بینندگان شما. خب حال شما خوبه؟ حالتون که بهتره انشاءالله. بله تقریبا بهتری... در حد به قول یاد ممکن و مقدور در حد ممکن و مقدور. جای نادرپور هم واقعا خالیست. البته همیشه جای او خالیست. البته اگر شریکترین آدم هاییست که من در زندگی میدیدم. خیلی شخصیت فوق العاده. خب آقای نوریالا، نشریه رویایی و احمد شاملو، میخوام ببینم که اول به چه قصد اینا منتشر کردن، چرا اجازه منتشر کردن و چه اتفاقاتی رخ داد؟ عرض میکنم اون فضای رواداری که در پنج سال اول دهه چهل پیش آمد، بله بله، باعث شد که ما نشریات متعدد روشنفکری داشته باشیم. اولا همونطور که در جلسه قبل گفتید کیهان ماه رو داشتیم، کیهان هفته رو داشتیم، که کیهان ماه البته به خاطر انتشار قبضدگی آل احمد درش توقیف شد، ولی کیهان ماه ادامه پیدا کرد. اول آقای حاج زبادی سردبیرش بود، بعد احمد شاملو شد سردبیرش، اسمش رو از کیهان هفته به کیهان جمعه، کتاب جمعه دادن و دو سه سالی این کتاب در می آمد به طور هفتگی، که بعد وقتی که شاملو از اونجا رفت آقای محمود اعتمادزاده به هازین شد سردبیر، عرض کنم که کتاب جمعه. و غیر از اون در تمام شهرستان ها هم انبا اقسام نشریات ادبی هنری منتشر می شود. ما جنگ اصفهان رو داشتیم، جنگ مشهد رو داشتیم، در آذربایجان در می آمد، در کردستان، در شیراز هم در می آمد، در شیراز همینطور. بله، بله، عرض کنم که بنابراین فضای من یادمه که همون سال 44 که من مسئول صفحات هنری مجله خوشه بودم، پیش از این که شاملو بیاد و تحویل بگیره مجله خوشه رو، من یک سلسله مقاله اون موقع نوشتم به نام خانواده های ادبی هنری ایران که متاسفانه من بهش دسترسی ندارم، ولی دونه دونه این تشکل‌های هنری رو من سعی کرده بودم در اونجا توضیح بدهم که کیا هستن، اعضایشون چیه، نگاهشون به هنر و به سیاست چگونه است. یک گزارش تقریبا طنزآمیزی هم بود از این که مثل مافیاهایی که هستن این خانواده‌های ادبی و هنری هم هستن. مثلا سرنوشت سخن به کجا انجامید بعد از انتشار این همه جنگ در ایران؟ یادم هست و به نظرم می رسید دور حکومت هم بعدش نمی اومد و میدان میداد به انتشار این نشریات. از کثرت‌گرایی در قلمرو فرهنگ و ادب به نظرم ذوق زده هم شده بود، یعنی فکر میکرد که اینم بخشی از به اصطلاح تحولاتی که در جامعه رخ بده. بله، من خاطرم هستش که در سال 47 یک شب کانون نویسندگان که بدون اجازه دولت تأسیس شده بود و مشکلات متعددی رو با دولت داشت، من یادمه که ما تصمیم گرفتیم که یک شب نیمایوشیش برگزار کنیم. خب من و سیاوش کسرایی مأمور شدیم که بریم با آقای مهندس میر فندرسکی که رئیس دانشکده هنرهای زیبا بود و سوابق توده‌ای داشت و در نتیجه با کسرایی خیلی نزدیک بودن، بریم با اونا ملاقات بکنیم و بگیم که سالونشون رو
در اختیار ما بگذارن. و میرفندرسکی هم ریسک کرد و موافقت کرد. و یکی از شبهای عجیب غریبیه که من در زندگی خودم در عالم هنر و اینها دیدم، اولین شب شعر، اولین شب نیمایوشیج بود که شعرهای مختلف از سراسر کشور به تهران آمدن و در اون شب سخنرانی کردن. بعدن سعی شدش که مثلا عداش رو در شبهای شعر خوشه سال 46، سال 56 تکرار بکنن. بله. در اون شب عرض کنم که من یادمه که جلال آل احمد وقتی که رفت پشت میکروفون که صحبت بکنه، یک کلمه ای رو به کار بود که برای من اولین بار بود میشنیدم، کلمه دپولیتیزه. من چون انگلیسی خونده بودم این کلمه به گوشم نخورده بود. شروع کرد راجع به این که 5-6 ساله که ادبیات و هنر ما رو عقیم و سترون کردن و هنرمند ما رو دپولیتیزه کردن و ملت هم کف زدن و به خصوص جمعیتی از گرایش های توده‌ای آمده بودن اونجا دیگه قوقا کردن. منظور من که واقعا این یه واقعیت داشت که نه اینکه حکومت هنرمندان رو دپولیتیزه کنه، خود هنرمندان خودشون دیگه سر رفته بود از اون افرادگرایی دهه قبل و اون شعارهایی که وجود داشت و در نتیجه خودشون رو دپولیتیزه کرده بودن. در نتیجه امکان سخن گفتن و اینها هم براشون فراهم بود چون خطری وجود نداشت در اون کارشون. تحمل حکومت هم زیاد شده بود. مثلا من یادمه که با اسماعیل شاهرودی، آقای پهلوان و بقیه میرفتیم هتل ورسای که به ازورا کانون روشنفکرها بود، یا کافه مرمر که بله. پر بود از روشنفکران مخالف حکومت. اغلب سر میزام همه بحث سیاسی داشتن، اغلب مخالفت با حکومت بود. ساواجی ها اونجا بودن، نشسته بودن. ولی قضیه مقدار معلوم بود که حکومت خیلی داره تحمل میکنه یا سعی میکنه که تحمل میکنه. این اون حساسیت های سابق رو نداشت اصلا. مسئله بیشتر در این بودش که من فکر میکنم شاید این کلمه حکومت رو در این گفتگو به سهو به کار ببریم، برای اینکه من یادم نمیاد که کسی با حکومت مخالف باشه. یعنی حد اکثر تقاضای روشنفکران نویسندگان ما این بودش که قانون اساسی مشروطه اجرا بشه که در اون مثلا شاه سلطنت میکند نه حکومت. و بیشتر دعوا با دولت بود که عرض کنم که سانسور رو برقرار میکرد و غیره. و آقای هویدا چون خودش از دل روشنفکری بیرون آمده بود و با جمع کثیری از روشنفکران در تماس بود، عرض کنم که با مهارت خاصی این فضا رو به وجود آورد. سانسور بود، هر کی که از خط قرمز پاشو بیرون میگذاشت حسابشو میرسیدن، نه مجلش رو توقیف میکردن، کتابش رو توقیف میکردن، اما خط قرمز رو یه خورده بودن برده بودن جلوتر. برای که احساس خطری از جایی نمیکردن. شما نگاه بکنید که انقلاب سفید سال 41 انجام شده بود، عرض کنم که روابط ایران با شوروی بسیار تنگاتنگ شده بود، شوروی قرار بود ذوب آهن به ایران بده، نمیدونم برژنف میامد ایران غیره. یعنی خطری حکومت رو تهدید نمیکرد که نگران این باشه که حالا دو تا شعر سمبولیک هم گفتن، چون دیگه میراث بعد از 28 مرداد شعر سمبولیک بود. یعنی اون طرف شاید میگفتش که ابر آمد جلوی خورشید را گرفت، خواننده میفهمیدش که مصدق رفت شاه آمد مثلا در اینه. خب ولی حضور فیزیکی هم داشتن آقای نوریال. مثلا من به خاطرم هست که در یه دوره شما به وزارت خونه که نگاه میکردی میدید در رأسش آدم های هست، شخصیت هایی که یک روز وابستگی تام و تمام به حزب توده داشتن یا به گروه های چپ. وزیر داشتیم، مدیر کل داشتیم، تو سازمان رادیو تلویزیون ده ها تن بودن که اینا همه وابستگی هایی به مخصوصا حزب توده داشتن یا به گروه های تندرو چپ. ولی حکومت اینها رو پذیرا شد و اینها رو جا داد در سازمان های مختلف، حتی در بین وزرا. شما فکر در یه دوره من یادم مثلا در 12 تا وزیر توده ای داشتید یا اعضای که روزی روزگاری عضو توده بودن، یا شخصیت مثل آقای محمد باهری در خود دربار. خب اینا همه شخصیت های شناخته شده بودن. یعنی حکومت خیلی این سقف تحملش بالا رفته بود. من نمیدونم حکومت سقف تحملش بالا رفته بود یا
سقف توده‌ای بودن اینها پایین آمده بود، چون شما که از اینا نمی‌دیدید که حرف توده‌ای بزنن، که بله به خصوص وقتی که حکومت موفق شد که عده زیادی از اعضای کنفدراسیون خارج کشور رو برگردونه به داخل کشور. من خودم یادمه، من کارمند سازمان برنامه بودم، سال 1343 استخدام شدم در سازمان برنامه، سال 1348 مثلا 47 دوروبر خودمون رو ریام کردیم، تمام رؤسای قسمت‌های مختلف سازمان برنامه بچه‌های کنفدراسیون بودن. درسته، کاملا. یای به خاطر تماشا آقای نوریالا، دولت یه هیئت‌هایی رو تعیین کرد فرستاد به کشورهای کمونیستی برای اینکه بره با توده‌ای‌هایی که مهاجرت کردن رفت بودن در اینجا اونجا ساکن بودن صحبت بکنه، به اینا بگه آقا بس دیگه، 17 سال گذشت از دوران تبعید، برگردید تو مملکتتون رو زندگی کن. خیلی هاشون هم برگشتن. 100% اینطوره، به خصوص که باز اون تو 5 سال سال اول دهه 40 اتفاق بسیار نمادینی که افتاد ماجرای قیام خمینی بود با پیراهن سیاهای خودش در سال 1341. بله بله. که من یادمه، خب من دانشجو بودم، من سال دوم دانشکده بودم، هیچ کسی در دانشگاه از اینها استقبال نمیکرد. ما وقتی که اینا تو خیابون داشتن تظاهرات میکردن تو 15 خرداد ما همه دانشجوها خودمون رو کشیده بودیم کنار تو پیاده‌روها که مبادا با اینها این همان بشویم. و خب جریان 15 خرداد به سختی شکست خورد به خاطر اینکه اصلاحات ارضی شده بود، انقلاب سفید شده بود، امیدهایی وجود داشتش. مسئله در اینه که من میخواهم بگویم که 5 سال اول دهه 40 5 سال امید بود، 5 سال گشایش فضاها بود، 5 سال آفرینش ها و بنیانگذاری نوآوری هایی که بعداً ادامه پیدا کرد. وضع مالی چطور بود؟ وضع مالی مردم. بله؟ وضع مالی مردم در این دوران چگونه بود؟ وضع مالی مردم هم رفته رفته داشت خوب میشد. البته هنوز نرسیده بودیم به مقطعی که یه مرتبه درآمد نفت بالا بره. ما هنوز تو برنامه سوم، برنامه چهارم عمرانی داشتیم پیش میرفتیم و کار داشت تولید میشد. عرض کنم که روی هم رفته. به نظر من درخشان ترین 5 سالی که اگر بخوایم بگیریم از سال 1320 تا اکنون همون 5 سال اول دهه 40 بود. 5 سال اول دهه. جالبه. خب میفرمودید، ببخشید. اما ما میرسیم در اون مقطع نیمه دهه 40 که پادشاه ایران که قبلا گفته بود که من پادشاهی کردن بر یک ملت فقیر و گرسنه افتخاری نداره و از تاجگذاری ابا کرده بود، در اون سالها تصمیم گرفتش که تاجگذاری بکنه. به خصوص که پشت سر خودش مسئله رفراندوم ششم بهمن سال 41 رو هم داشت و کتاب مأموریت برای وطن رو نوشته بود و معتقد بودش که از حالا دیگه به بعد مسئله شاه سلطنت کند نه حکومت معنا نداره. من یه آدم سیاسی هستم که از طرف مردم یک مأموریتی گرفتم که یه مرتبه این جاکن بکنم، در واقع حرکت به طرف مدرن شدن رو. و از این لحاظ هم باز یه جاذبه بسیاری برای اون بخش تکنوکرات و دیوان سالار ایرانی به وجود آمده بود که پس ما میخواهیم که وارد یک دوره نوسازی بشیم. برنامه چهارم عمرانی با امیدهای بسیار زیادی هم نوشته شد، هم به اجرا درآمد و هم نمودهای عمرانی اون به خوبی مشهور بود. اما در سال 45 و 46 به نظر من دستگاه حکومت و به خصوص دفتر شعبان فرح یه اشتباه محاسبه ای کردن و فکر کردن که همه مسائل حل شده و دیگه میتوان به صورت یک پارچه حرکت کرد. در نتیجه علاوه بر مسئله جشن‌های تاجگذاری و غیره، مسئله‌ای که پیش آمد این بود که به خصوص آقای زین العابدین رهنما که رئیس انجمن قلم بود و اون ترجمه قرآن فارسی رو به دستور شهبانو انجام داده بود و یه عده از سناتورا و نماینده های مجلس و ادبای ریش و سبیلدار قبلی، عرض کنم که در انجمن
قلم حضور داشتن، اینها آمدن پیشنهاد کردن که ما بیاییم و یک کنگره نویسندگان و شاعران رو برگزار بکنیم در پی جریان جشنهای تاجگذاری، و در نتیجه یک دعوتنامه بخشنامه‌ای نوشتن برای نویسندگان شاعران که شما دعوت دارید که به فرمان شهبانو این کنگره تشکیل میشه، شما همه بیاین اونجا شرکت کنید. این دو در دوره بود که آقای سید حسینی نصر قدرت زیادی داشت در اون یا نه؟ نه، هنوز سید حسین نصر دفتر شهبانو نبوده. نبوده. عرض کنم حضورتون که خب این یه مرتبه تمام مسائل خفته رو بیدار کرد، چون روشنفکران و نویسندگان کاری با دستگاه نداشتن، دستگاه هم کاری با اونا نداشت، یه جوری با هم همزیستی مسالمت‌آمیز میکردن. اما حالا دستگاه آمده بود، اونم به نام شهبانوی مملکت، میگفتش ما یه کنگره رو انداختیم، همه شما باید بیاین اون تو شعر بخونین و غیره. در نتیجه من خوب یادم هستش که در زمستان سال 1346 بود، ما سشم یه برنامه ای روشن فکران داشتن، یعنی که زور که می شد همه تقریبا هر جا بودن خودشونو می رسوندن به خیابون نادری در کافه فیروز. بعد اونجا عرض کنم که با هم گفتگو می کردن و چایی و شیرینی و اونم. آل احمد هم اونجا بود؟ آل احمد؟ آل احمد هم می آمدش اونجا، شاملو هم می آمد، تقریبا همه می آمدن اونجا و سه‌شنبه ها اینطور بود. بعد عصر که می شد، اون وقت بستگی به توانایی جیب هنرمندان در جاهای مختلفی اینها جمع می شده. مثلا از یه خود کم پول درونیشون می رفتن کافه نادری، چون تو کافه نادری می شد دو ساعت نشست، عرض کنم که بیا یه چایی سفارش داد خورد و شب رو گذرون. خب یه خورده پول دارترشون مثلا می رفتن بار مرمر که اونجا می تونستن مشروب هم بخورن، یا عرض کنم که به یک کافه بود سر خیابون قوام سلطنه، الان اسم مثل سورنتو اینها ولی خیلی مشهورتر از اونها بود، حتما شما یادتونه. بله. که یک شعبه هم داشتش در خیابان پهلوی روبروی پارک ملت به نام عجیب اسمش. بله، به خاطر هم هست. آره بگم بعدا. اونجا که میرفتی بعد ریویرا یه شعبه داشتش در سر قوام سلطنه. بله. در خیابون نادری، و یه شعبه هم داشتش در بالای خیابان پهلوی. درست. اونجا که میرفتی شما باید شام میخوردی، بنابراین باید توان جیب طوری بودش که مثلا اونجا میشستی و این کار رو میکردی. بنابراین بیشتر مثلا سینمایی ها و اینها می آمدند اونجا. خانم سیهون و تقوایی و همین آقای پهلوان و سیامک پورزند و میرانگیز اینا رو من اونجا می دیدن. بله، اونا هم مال آقای براهنی و شاملو و داردسته آقای ابراهیم گلستان، اینها می آمدند مثل زکریا هاشم، اینا می آمدند به بار مرمه. بله. اسماعیل شاهرودی رو اونجا ندیدم ولی بقیه می آمدن. بله. اونا میدن کافه به سال. بله. شب که می شد متفرق بودن اینا. و اونایی که وضع مالیشون بهتر بود شبا می آمدن بیرون و در این پاتوقا جمع می شدن. اما ظهر سه‌شنبه یه گرد همایی بزرگی بود از همه آدم ها. به خصوص که سه‌شنبه ها آل احمد و آل احمد هر روز نمی آمد. سه‌شنبه ها می آمدش به اونجا، بنابراین سه‌شنبه ها حتی بچه هایی که در شهرستان ها هم بودن برنامه شون رو طوری تنظیم می کردن که خودشون رو برسونن تهران و در مجلسی که آل احمد می آمد شرکت بکنن. دکتر سایدی بود، دکتر براینی بود، خیلی بودن از بله درسته می آمدن. من یادمه که من اون سال یه سفر سه ماهه به امریکا کرده بودم، از طرف سازمان برنامه فرستاده شدم برای اینکه یه دوره اقتصادی رو ببینیم، و وقتی که برگشتم عرض کنم که یه دو هفته بود که برگشته بودم، در کافه فیروز همه جمع بودن و من دیدم که برخی ها از جیبشون یه دعوتنامه درآوردن و میگن که این دعوتنامه رو وزارت فرهنگ برای ما فرستاده که ما باید بریم در کنگره نویسندگان شاعران به دستور شهبانو شرکت کنیم. در کجا برگزار میشد کنگره؟ بله؟ کنگره در کجا برگزار میشد؟
من فکر میکنم قرار بود در تالار رودکی باشه. آه در تالار رودکی. چون ما اصلا دنبالش رو نگرفتیم دقیقا نمیدونم کجا رو قصدش دارین. برگزار شد بالاخره یا نه؟ نه خیر همین تمام ماجرا سر همین قضیه است که اون روز همه شروع کردن که آقا ما کاری با این دولت نداریم، حالا این اومده میخواد ما رو بردارن ببرن اونجا براشون شعر بخونیم و هر کسی یه اعتراضی کرد و غیره. و عرض کنم که بالاخره گفتن باید ما یه کاری بکنیم و غیره. صحبت سر این شد که آقا بیایم ما یه اعلامیه بدیم بگیم که در کشوری که سانسور برقراره دلیلی نداره که ما بیاییم در کنگره نویسندگان شرکت بکنیم. شما سانسور رو بردارین، اون وقت ما خودمون کنگره ها خواهیم گذاشت. این بحث که در گرفت، آل احمد رو کرد به محمد علی سپاندو، گفتش آقا تو یه مهمونی یه شامی بده، بچه ها جمعشن اونجا ببینیم که تو این اعلامیه چی میخوایم بنویسیم. و قرار شد مثلا دو شب بعدش در خانه خواهر من پرتو که اون موقع همسر سپاندو بود این مجلس برقرار میشه، که آمدن یه 30-35 نفری آمدن اونجا، از جمله آقای عباس پهلوان هم یادمه که بود، که با آل احمد دعوا شد. و من اولین بار سیمی خانم دانشور رو اونجا دیدم که همراه با آل احمد آمده بود. و بالاخره توافق کردیم که در اعتراض به سانسور یک چنین چیزی نوشته بشه، و قرار شدش که مثلا دو روز بعدش بریم به خونه داریوش آشوری، چون داریوش آشوری از دست پروردگان خلیل ملکی بود و دست به قلمش برای نوشتن اعلامیه خیلی بود. اکثر اعلامیه ها رو داریوش آشوری میشت. ترمان هم خوب میشنا. بله؟ ترمای سیاسی هم خوب میشتاخ آقای داریوش آشوری. البته. و مثلا یادم مثلا وقتی که قیمت بلیت اتوبوس رو از 2000 کرده بودن 5000، آشوری بود که اون اعلامیه رو نوشتش که باعث شدش که عشقا مردم بیان تو خیابون. اینه که قرار شد همه هر کی میتونه خودشو برسونه به خونه آشوری و اون شب ما این اعلامیه اعتراضی رو بنویسیم. بنده هم یه دونه ماشین تحریر داشتم که سعی میکردم مثلا مقالاتم رو ماشین شده بدم به چاپ خونه. قرار شد من هم ماشین تحریرم رو بردارم برم خونه آشوری و این کار انجام بدم، که وقتی که رسیدیم اونجا 8 نفر بیشتر نیومدن. هرچی منتظر شدیم بقیه پیداشون نشد و ما 8 نفر این اعلامیه رو آشوری نوشته بود، بحث کردیم، منقعش کردیم و با اون ماشین تحریر من نشستم و عرض کنم که 8 نسخه از اون رو تایپ کردم و در زیر هر 8 نسخه ما به عنوان عرض کنم که کسانی که اقدام اولیه رو کردن زیر این 8 نسخه رو امضا کردیم. کیا بودن 8 نفر؟ عرض کنم حضورتون که اگر یک لحظه بتونم از جلوی دوربین برم روی یادداشت جلوی تشریف ببرید. بده من آقای استاد. بله شما تشریف ببرید. بله خب همین الان داریم گفتگو میکنیم با آقای دکتر اسماعیل نوریالا. برای یه دوره مختنب بوده به نظر من در تاریخ ایران، این همه جنب و جوش در فضای روشنفکری که خود این جنب و جوش باعث خلاقیت میشده و حکومت هم تحمل میکرده، حق عیاد قائل بوده. این که نمیتونیم انکار بکنیم این همه جنب و جوش، گروه هایی بتونن برن در یک گوشه جمع بشن اعلامیه بدن علیه دستگاه، یا سعی بکنن که یه پروژه رو که فکر میکردن در جهت منافع اونها نیست چه در جهت منافع ایران نیست، حالا متوقف بکنن. خب اینا مختنم بوده به نظر من، داشت درها و دریچه های یک به یک باز میشد یواش یواش، ولی خب نمیدونم چی شد که ناگهان ما دیگه خواهان تقاضاهای حد اکثری شد، یعنی حد اکثری فروپاشی. بله برگشتید آقای دوی؟ بله متاسفانه یاد داشتم توی انبوه کاغذ هایی که میزن بود. حتما یکی جلال آل احمد، یکی ساعدی بوده، یادم که آل احمد بود، خانم دانشور بود، عرض کنم که نادر ابراهیمی بود، بهرام بیزایی بود، آشوری بود، بنده بودم، فریدون معزی مقدم بود، سپاندو هم محمد علی سپاندو. بسیار عالی بسیار. خب ما این رو امضا کردیم و هر کدوم یه نسخه رو برداشتیم که بریم از دیگرون هم امضا جمع بکنیم. خب. و قرارمون این شدش که
فکر میکنم 15 اسفند ماه بریم خونه آل احمد و همه این امضاها رو بریزیم یک کاسه بکنیم و این اعلامیه رو منتشر بکنیم. که مثلا من دیدم چند وقت پیش در یه مقاله اشاره شده بودش در رد بنده نوشته بودن که مثلا نوریالا در جریان تشکیل کانون نویسندگان رفته است از مهندس میرحسین موسوی امضا گرفته، که همینطور بود، من با ایشون دوست بودم و رفتم بهش گفتم که این امضا میکنی، ایشون هم امضا کرد و به هر حال اون روز موعود رسید و همه جمع شدیم خونه آل احمد، کسانی که این رو امضا کرده بودن 51-52 نفر امضا کرده بوده که در اونجا مثلا ما میدونستیم که نادر ابراهیمی رفته و از بهازین و کسرائی و ابتهاج هم امضاشون رو گرفته، ولی یعنی هنوز یقین نداشتیم که این اتفاق افتاده، چون یعنی از شخصیت‌های توده‌ای ما حالا رفته بودیم تو خونه آل احمد نشسته بودیم که در واقع شخصیت‌های خلیل ملکی و عرض کنم که نیروی سومی بودن دیگه، مثل نادرپور و بقیه دوستان آشوری و غیره، بله، که در واز شد و این سه نفر آمدن تو، که من یادم اصلا آل احمد ماتش برده بود که چطور به هازین را افتاده آمده. خب و برای اولین بار تقریبا از همه طیف های سیاسی روشنفکران و نویسندگان اون روز اونجا جمع بودن و بحث در این شدش که خیلی این متن خوبیه که آشوری نوشته و عرض کنم که این رو همه امضا میکنیم و منتشر میکنیم، که در همین میانه بود که فکر میکنم دکتر براهنی از راه رسید و گفتش که کیهان رو دیدی، شهبانو دستور داده که این کنگره انجام نشه. و خب همه به هم دیگه نگاه کردیم و دیدیم که خب به اصطلاح حقوقدانا سالبه به انتفاع موضوع دیگه، ما این همه رفتیم امضا جمع کردیم و جمع شدیم، خود کنگره از بین رفته. بنابراین یه عده که تو رو دروایسی به نظر من آمده بودن زود میخواستن برن، گفتم خب پس قضیه تموم شد و ما رفتیم، خداحافظ. تعدادمون تنک شد، کمتر شد. بعد آل احمد گفتش که آقا حالا که این اتفاق افتاده، ما بعد از این همه سال دور هم جمع شدیم، خب بیاییم و یک انجمن صنفی درست بکنیم، بالاخره ما هم یه صنفی هستیم، مسگرا صنف دارن یا آهنگرا صنف دارن، خب نویسنده هم یه صنفی داشته باشن. خب قانون اساسی هم که اجازه میده که اصناف برقرار باشن، ما میام چی کاری بکنیم. صحبت شد که اسمشو چی بذاریم، نادرپور پیشنهاد کرد که اسمشو بذاریم قانون نویسندگان ایران، که همه تصویب کردند و بنده چون در سازمان برنامه مترجم بودم و در بخشی کار میکردم که سازمان های مختلفی که میخواستن به وجود بیان، ما میرفتیم سازمان‌های مشابهشون رو در کشورهای دیگه پیدا می‌کردیم، اساسنامه‌های اونا رو می‌گرفتیم، ترجمه می‌کردیم، بعد یک گروه حقوقدان این اساسنامه‌ها رو با هم عرض کنم که مقایسه می‌کرد و مثلا اساسنامه سازمان تعاونی کشور رو منتشر می‌کردن یا به صورت لایحه می‌بردن به مجلس. بنابراین من سر و کارم همش با اساسنامه بود. به من گفتن که اساسنامه کار نویسندگان رو تو بنویس و قرار شدش که در خانه بهرام بیضایی جمع شیم و اساسنامه رو به تصویب برسونیم. که بنده همین کارو کردم و در چندین نسخه هم این رو تایپ کردم و رفتیم خونه بهرام بیضایی و در اونجا اساسنامه تصویب شد و قرار شدش که ما بگیم که مطابق مثلا ماده فلان قانون اساسی ما تقاضای این رو داریم که قانون نویسندگان ایران به ثبت رسمی برسه. تو همینجا رو داشته باشی؟ ادامه میدیم گفتگو رو. ولی آقای نوری علا واقعا یادش بخیر چقدر مختنب بود یک همچین فضایی، پر از تحرک، جلسه، مخالف خونی، حالا فرق نمی کنه، ولی به هر حال خودش نشون میداده که به نسلی زنده بوده، کار میکرده و خب و فرصتی هم داشته برای عرض اندام و عرضه خلاقیت های خودش و این همین راهی که رفته بوده. نمیدونم چرا بعد بار حتی اگر که در زمینه
تولرانس یا رواداری هم نگاه بکنیم، خب همه ما کارمندای دولت بودیم. بله درست. و راحت میومدیم میشستیم مثلا بر علیه مسئله اعلامیه صحبت میکردیم. واقعا یاد اون روزها بخیر و جای چنین روزهای خالی گفتگومون دنبال میکنیم با آقای دکتر دوریالا. بسیار هم آموزنده است، هم به نظرم خیلی بر آگاهی های ما نسبت به گذشته اضافه میکنه و امیدوارم که مجموعه حرف ها قوت‌نمایی باشه برای اینکه ما اگه میخوایم راه رو ادامه بدیم راه درست رو انتخاب بکنیم. تشکر از دکتر نورعلا، خیلی سپاسگزارم.